سلام 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 دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم و با دوره جامعه مهندس شبکه شده در کانال های آپارات و یوتیوب آکادمی با من همراه هستید. قرار در این ویدیو در ادامه اسکیل سیسکو بپردازیم به موضوع و کانسپت اینفینیتی هاب کان در روتین پروتکل ری. خب من در محیط سیسکو پکت تریسر یه سناریو پرکتیکال و عملی رو در نظر گرفتم. اگر دقت بکنید سورس من این روتر هست که تو شبکه لنش یه NID 192.168.10/24 قرار داره که 100 رو ست کردم روی این PC و 11 رو به عنوان دیفالت گت روی این PC روی فست 00 از این روتر در نظر گرفتم. حالا قراره چیکار بکنم؟ قرار تارگت بکنم این روتر و این روتر رو به عنوان دستینیشن هاب هاش. اگر دقت بکنید در بالای هر روتر مثلا اینجا نوشتم 1، این روتر نوشتم 2، به همین ترتیب 3، 4 تا 13، 14، 15 و 16. بالای هر روتر یه عددی نوشتم که این عدد معرف هاب کانته. پس من اومدم روی تک تک روترها روتین پروتکل ریپ ورژن 2 و با نواتو سامری در واقع ستاپ رو ران کردم. بسیار خوب، اجازه بدید یه مقدار زوم بکنم روی روتر 15 هم هاپ 15 خود من. اومدم روی فست 00ش IP 192.168.1 رو به عنوان دیفالت گیتوی برای این PC ست کردم و این PC رو هم آبیش گوشم 192.168.300/24 و هاپ 16 هم رو هم این روتر در نظر گرفتم که شبکه لنش رو با IP یا NID 192.168.400/24 ست کردم. خیلی خوب، دقت بکنید تمام ارتباطات پوینت تو پوینت اینها به صورت ارتباطات بک تو بک و از طریق اینترفیس های سریال هست و IP که روشون ست کردم 10.20x/C هست. این X چی میتونه باشه؟ با عنوان مثال من اینجا یه عدد 0 نوشتم، پس NID که معرف این ارتباط پوینت تو پوینت هست میشه 10.000. برای این ارتباط میشه چی؟ 10.004. تا نهایتا به عنوان مثال برای این ارتباط پوینت تو پوینت میشه 10.056 و برای این هم میشه چی؟ 10.060. خیلی خوب، من میام روی این روتر کلیک میکنم. اگر شو IP روت رو بگیرم و اینتر بزنم میبینم که با عنوان مثال اومده نوشته که با پریفیکس R وریفای میکنه که یک سری در واقع شبکه هایی رو لرن کرده، مثلا 10.0. خب شبکه‌ای که دایرکتلی کانکتد هست به خودش، ولی 0.4 رو توسط روتین پروتکل ریپ ورژن 2 یعنی این رو لرن کرده، 0.8 رو لرن کرده، 12 رو به همین ترتیب تا 56. سوال، این روتر میشه هاپ چندم؟ هاپ 1، 2، 3، 4، 5 به همین ترتیب 13، 14 و 15. آیا به نظر شما بایستی شبکه لن این ارتباط پوینت تو پوینت بین این روتر و این روتر و همچنین این ارتباط پوینت تو پوینت که با NID 10.2060 نشون داده شده توی جدول مسیریابی روتر سورس من ایندکس شده باشه یا نه؟ خب نگاه بندازیم ببینم که بله، هم 10.2056 ایندکس شده، هم 10.2060. خیلی خب، پس ارتباطات ونها ایندکس شده. ارتباط لن این چطور؟ یعنی چی؟ یعنی زیر شبکه 192.168.3.0. خب 3.0 رو هم توسط روتین پروتکل ریپ لرن کرد، اما چرا 192.168.4.0 لرن نشده؟ اجازه بدید به عنوان مثال من برم روی این روتر و تو تب CLI اینجا هم شو IP روت رو بگیرم و ببینم که آیا نه، ببینم که روی این روتره زیر شبکه 192.168.4.0 لرن شده. به نظر شما دلیل چی هست؟ اگر برگردم به همون روتره سورس خودم
میبینم که جلوی هر کدوم از این زیر شبکه ها داخل کروشه یک عبارتی رو نوشته. نوشته 120 اسلش یه چیزی. خب این 120 که تکلیفش مشخصه میشه چی؟ میشه Administrative Distance مربوط به روتین پروتکل ریپ. اما این یک تا 15 یا تا 15 چی رو داره میگه؟ این معرف هاپ کانت هست تا رسیدن به اون زیر شبکه. خب مثلا چی؟ مثلا برای اینکه روتر سورس من شبکه 10.2.0.4 رو لرن بکنه توسط روتین پروتکل ریپ بایستی یه هاپ بیاد جلو. برای اینکه این رو پیدا بکنه باید دو تا هاپ بیاد جلو. اوکی، برای اینکه بیاد به عنوان مثال این و این رو لرن بکنه بایستی چی؟ 15 تا هاپ بیاد جلو. نگاه بکنید ببینید 60 رو و 3-0 رو با هاپ کانت 15 لرن کرده. اوکی، اما یه نکته، ما میدونیم که در روتین پروتکل ریپ متریک هاپ کانت یعنی تعداد روترهای سر راهش تا رسیدن به چی؟ اون ریموت سایت. ماکسیموم هاپ کانت چیه؟ 16. و اینکه اگر یه زیر شبکه آپدیتش براش ارسال بشه با هاپ کانت 16 به این معنیه که اون زیر شبکه میشه براش اینفینیتی، یعنی چه؟ در بی نهایت در دور دست ها براش قرار داده و عملا اون رو توی جدول مسیریابیش ایندکس نمی کنه. چون این زیر شبکه بایستی هاپ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 تا هاپ رو بیاد جلو تا برای این لرن بشه. بنابراین این زیر شبکه در واقع شبکه لرن رو، لرن روتر 16 هم رو به عنوان اینفینیتی در نظر میگیره روتر سورس هم و اون رو توی جدول مسیریابی خودش ایندکس نکرده. اما به عنوان مثال میبینیم که اگر من روی این روتر کلیک بکنم، به عنوان مثال من فوکوس هم میذارم روی شبکه لنه 1, 2, 3, 4، بایستی این روتر شبکه 192.168.4.0 رو با هاپ کانت 4 ایندکس کرده باشه. نگاه بکنیم Enable Show IP Route و ببینیم که بله، زیر شبکه 192.168.4.0/24 با Administrative Distance 120 و هاپ کانت 4 توی این جدول ایندکس شده. پس من مجددا این موارد رو با هم اجازه بدید مرور بکنم. متریک روتین پروتکل ریپ هاپ کانت هست. ماکسیموم هاپ کانتی که میتونه مربوط به شبکه های ریموتی که قرار در جدول مسیریابیش ایندکس بشه 15 هست. به همین دلیلی گفته میشه که این روتین پروتکل مخصوص شبکه های اسمال هست، اسمال نتورک سایز هست. و اینکه اگر شبکه با هاپ کانت 16 براش فرستاده بشه یا حتی بیشتر به این معنیه که اون زیر شبکه در اینفینیتی در بی نهایت قرار داره براش و اون رو تو در جدول مسیریابی خودش ایندکس نخواهد کرد. دوستان عزیز ممنونم که با من در این ویدیو همراه بودید و بدرود.